اسمش ساراست. عزیزیم عود یاندırmaz یار seni عود یاندırmaz عزیزیم عود یاندırmaz یار seni عود یاندırmaz الا کی سن یاندırdın ای جیران هیچ‌وقت عود یاندırmaz Ağlada çiçek ay güle batın, hamudan göçek ay güle batın, hamudan göçek ay güle batın. Allahu Ekber. Allahu Ekber. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سارا Thank you.
بیا بگیر مال تو. سارا یعنی چی؟ پدر میگه ماه تمام. ماها که نمیشورن. آیدین یعنی چی؟ دست درد نکنه دخترم. سهن زیادی تنبل شده، میبرم با دونمش غروب برمیگردم. مواظب خودت باش دخترم، گرگ زیاده. اون گرگی که بتونه سارا رو از سلطان جدا کنه هنوز از مادرش زایده نشده. اون گرگی که بتونه گلنا رو از سلطان جدا کنه هنوز از مادرش زایده نشده. سلام سارا. سلام. علیکم سلام. خسته نباشی آیون. سلامت باشی. اسمشو چی گذاشتی؟ سهند. میبرم بدو اونمش. امسال مجدی آبو با اسم تازه میاری؟ پدرم میگه این آقا تازه از راه رسیده، باید احترام دنیزو نگه داره. اگه پسر خوبی بود سال دیگه میاد مسابقه. میای بری؟ نه، آنا دل درد داره، باید مواظبش باشم. تو برو. خداحافظ. سلام سارا جان، اسمت مبارک، خیلی قشنگه. سلامت باشی خانم بزرگ. نرگس باهاش برو تنها نباشه. باشه، کارم تمام بشه میرم. آیگون تو باهاش برو که تنها نباشه. آیگون دستش بنده، نرگس ما میره. ای وای، بازم سر دعوا باش. اصلا من خودم باهاش میرم. حیا کن پسر. آخه چرا؟ کجا را افتادی ریحان؟ بابا دخترم اومه. سلام دخترم اون، رقیب میخوای من بیام؟ یک چه سوار. علیکه سلام، تو برو با مردم مسابقه بده. از سارا مرتب؟ اقلا جواب سلام آدمو میده. اون دخترم اون خانوادش قهر کردن که زحمت حرف زدنم نکشن. پدر مادرم خونه رو عوضی رفتن، باید میرفتن خونه ابو سلطان بی. جهنم، میخواستن برن، کی بخیله؟ چهار قدم راست. چه مرگته، شرم و حیا نمونده. ما هم دختر بودیم ها. آخه کلاه آدم باید به شکلش هم بیاد. قد دهن طرف بزن فوزول. آخه عروس کیه؟ آهوی دشت مغان. دوماد کیه؟ ریحان چوپان. بیا پایی ببینم یلا. آدم که با آدم قهر و دعوا نمی کنه.
آب، ای هدیه آسمانی، ای گرانترین مهریه، طعم شیر مادر، عطر گل و ریحان، ای خالق آب، تویی که مژده آب میدی، نه من، کمکم کن. سارا یعنی چی؟ ها؟ سارا یعنی چی؟ یه بار دیگه هم پرسیده بودی. ماه تمام. صورت ماه که از آب به دنیا اومده، شستن نمیخواد. یه بار دیگه هم گفته بودی. به پاکی آب چیزی هست؟ روشنی، آیدین، پدرم میگه نجابت. سارا؟ سارا؟ سلام پسرمو. عجیبه. سلام. دیدمت خیلی تون میتختی. گرگ دنبالت بود؟ نه، از گرگم نمیترسم، میدونی که. یادمه. پسرمو، چه گرگ قشنگی. چرا من پسرمو صدا میزنی؟ همه ی آدم ها میتونن پسرعمو دخترعمو باشن، میتونن خواهر و برادر باشن، میتونن همراه باشن، همسایه باشن. یا بعدشو دیگه خدا میدونه. مادرم گفته بود پریان در مغان مکان دارن. حالا این رازو میفهمم. پری و فرشته زمینی یا ماه و ستاره آسمان مغان؟ دختر قشنگیه نه؟ بله خان. دختر قشنگ، یقین نام زیباییم داری. اسم چیه؟ اسم پدرم سلطان بیگه و پسر عموم آیدین نگهبان ایل مغان. شکارگاه هم پشت این کوه هاست. ما امروز شکاری دیدیم که خود صیاد ما بود. دیگه میل شکار نداریم. پیاله عکس رخ یار دیده ایم. ای بی خبر، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. اصلان، 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 چی شده؟ پریشونی؟ با روسا دعوت شده؟ سر فروش گوسفند؟ نه، خاطر خواه شدم. بله. من کنیز اون میشم یا اون کنیز من؟
سلام پدر. سلام خاتم. اصلا لیاقتشو داره عروس این خونه باشه؟ از زیبا رویان مغانه، دختر سلطان بیگ رمه‌دار. سارا زیباست. سنگو بردارم. اینم از نهد مغانی ها. سلامتی. سلامتی. سال بارش خوب بوده. شکر خدا. آب فراوانه. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش اومدی. بفرمایید شیرینی، دهنتون شیرین کنید. بفرمایید. پیر بابا، امر کرده بودین امروز بیام، خدمت رسیدم. زنده باشی. بذار شکرگزاری آب تموم بشه. بعد. دگاری که بگیری تو هم گلت روشن، سر بلند باشی، بختت سفید، پیشونیت سبز، تنت سلامت باشه. شما در پناه خدا، منم زیر سایه شما. زنده باشی. ای گلم نه بیبایی لچکم افتاد. الهی بمیری دختر. لچکش انداخت. وای دوار از اون رسیدم. قرارمون فروش گوسفند بوده. بله میدونم. از طرف خان اردوبار پیغام خیری هم دارم. خان یکی از دخترهای شما رو دیده و پسندیده. میدونید که خان از هر طایفه یه دختر اختیار میکنه. حالا این دختر کی هست؟ دختر سلطان بیگ. عجب. مگه فرقی هم میکنه؟ نه خیر، دخترهای ما مال طایفه خودمونن. سلام. 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 خسته نباشی. خدا رحمت کنه مادرتو. شیرش حلالت. بیا اینم جایزت. مجدگانی ها. بیا دخترم، مبارکت باشه. ایشالله مبارکت باشه دخترم. زنده باشی. بیا دخترم، بیا ببوسمت. بیا گریه نکن، گریه نکن. چی شده؟ لشکشو داده به ریحان. برو باد ریحانم قاب زد. آره پسر عموته، خواستگاری هم که کرده. دستمونو که نمیتونیم زیر پا بذاریم. مبارکه. آقا پدر مادرم با هم دعواشون شد. پدرم مادرم رو زد، قهر کرد. دادش ریحان مبارک.
درخت گردو. خوشبخت باشی. عروس گلم مبارکه. زندتش مبارکه. یه قوچه بزرگ. دو تا گوسفند. دو تا قوچ. یه بره شیرمست. دو تا من. دو تا من. دو تا گوسفند. بلکو مالدار شدیم خان چوبا. سلام. حالا دیگه برو فکر نون کن پسرم. هنش تو مفرندت پیش من داری. دارن میان. حرفی نزنی. اگه سلطان بیک و آیدین بفهمن خونت گردن خودته. فقط درباره خرید و فروش گوسفند صحبت میکنیم. فهمیدی؟ بله فهمیدم. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. مبارک باشه مژده آب. بفرمید بنشینید. یا الله. یا الله. این کپنک حصار ناموس و ثروت ایله. خرقه عشق به گله است و صاحبان گله. لباس نگهبانی مرز و مرتعه. هر کسی لیاقت این خرقه رو نداره. بعد از برادرت این خرقه به تو میرسه. کپنک خان چوپانی مبارکت باشه. اون پیراهن سیاه هم از تنت در بیار. چشم. خدا پشت و پناهت. بیا پسرم. مبارک باشه پسرم. ممنون. مبارک خان چوپان. این نگهبانی بزرگ و به لیاقت کوچیک سپردی پیر بابا. جسارته. جسارتشو داری؟ این مرد 2000 تا گوسفند میخواد. یک بار اومده بود گفتم بره امروز بیاد. امروز تو تصمیم میگیری. تصمیم باشم. جسارت پیر بابا. اما تو بهار دیگه یه برم نمیفروشم. همه یه گوسفندا رو خان میخواد. با روسا معامله داره. همین پولاش هم آوردم. فرق نداره. به خانم نمیدم. حالا که قراره به دیگرون بفروشه هیچ وقت نمیدم. بذار کپنک خان چوپانی رو تنت بشینه بعد. فرق نمیکنه رو دست یا تو تن. زحمت کم کن. سلام. سلام پسرمو. کپنک خانچوپانیت مبارک. مژدگانی آب حلالت. پارسال ناخوشی همون سلطان بیک خونه نشینتون کرد. جای خالیتون توی الاغ پیدا بود. خدا رو شکر امسال حالش خوبه. ما هم همراه ایل هستیم. دلش واسه زندگی تو کوچ تنگ شده. کوچ عین زندگی. مثل رودخونه. آب نباید یه جا بمونه. خانچوپان کی راه میافتیم؟ فردا اول آفتاب. خورشیدم که در نیاد راه میافتیم. روزمونو با ماه شروع میکنم. برم کمک پدرم. ساز سلطانه یادتون نره. میذاری تو سرش؟ این یکی گلدورتر از برادرشه. خیلی خب پیله نکن. ایلیات یا کینه شطوری دارن. برو سراغه یه چوب داره دیگه. با چوبونه چی کار کنیم؟ چشمش دنبال ساراز. بکشینش. نشناسن آدم منید. دختر نجیب نترس تو کوه مثل قوچ، تو صحرا مثل گاو نر، تو خونه کدبانو مثل مادر. به سارا میگی قوچ؟ چی بگم مادر؟ اما من تو هیچ کاره ایم. هرچی اون بالا بالاییه بخواد. حق با توی مادر.
به خدا میسپارمت مادر. خانه رنا تلاش نذاری. خونه گران نباش. برام دعا کنی. خداحافظ. خداحافظ. بیچاره ساره خانم گوشت تشنه نمونه. آیدن یواشتر بایستو منم بهت برسم. برگرد برو خونه. اینقدر منو ندون. نمیتونم. خب معلومه نمیتونی. با این دهل کجا میخوای بیرم؟ همپای کوچی نیستی؟ مثلا تو همپای کوچی دهلی تو که سنگین تر از مال منه. حالا برگرد برو. پسر تو راهه رستم. بابا من که نمیخوام بزن. به گفتم برو. من نمیرم. برو. کوها ای کوها، چه ها در سینه شما نهفته؟ شاید دیگر گذارم به این مکان نیفتد. ای کوه تو به سلامت بمان، ای مه تو به سلامت بمان، بدرود. ابرهای آسمان پشت سرم آب بپاشید، شما به سلامت بمانید، شاید دیگر گذارم به این مکان نیفتد. به آبه مهالوت خوش اومده. سارا خانم خوش اومده. Yerlere bir de gelmedi. از این گله بزرگ یه گله کوچیکم مال ماست. باید به فکر آقل و مرتع باشید. گله مال همه است. ما هم داریم. نه گله کوچیک خودمون، من و تو. شاباش گرفتیم دیگه. چند تا هم شاباش تو عروسی میگیریم. سال دیگه بر راهشون هم اضافه میشه. آدم چیز نداشته رو نمیشموره. چرا؟ آه داریم دیگه. این همه آدم قول دادن. داداش من عادت داره سیب زمینی های زیر خاک و سیبایی روی درخت و پرنده ها و ستاره های آسمون رو میشموره. کی خواست تو حرف بزنی؟ خودم، خواهر شوهرشم. من که راضی نبودم، همش زیر سر توه.
من چه تقصیری دارم؟ قسمت این بوده. خدا خواست که باد این دوتا رو به هم برسونه. بادم که نمی اومد یه حقه دیگه می زدی. به چی فکر میکنی؟ من دارم فکر میکنم به یه دشت، دشتی که پر از بچه هست، یه دشت پر از علوفه و بره شیرمه هست. آخ که خیلی کیف داره. نه زندگی یعنی همین. همین؟ خب آره. بچی؟ هنوز نمیدونم چی. نمیدونم هم چرا بیشتر پیغمبرا چوپون بودن. منم نمیدونم. داشتم به آیگون فکر میکردم. تو چی؟ بخواب بچه، من میرم کوه پیش امانتی های مردو. قاسمو میفرستم پایی. منم بیام. آخه مگه فکر کردم به زن بچه و مال و گوستن کار بچه هاست؟ به من نگو بچه آقا. به من نگو آقا بچه. چوپونا خسته نباشه. سلام. سلام خان چوپان. سلام خان چوپان. سلام. خسته نباشین. سلام. سلام. خدا قوام. چه خبر؟ خبر دندونگیری نیست، فقط هفت گرگ حمله کردن، اما زود پشیمون شدن و رفتن. تازه دومشون هم گذاشتن رو کولشون رفتن. اه؟ آره. از تو ترسیدن؟ چه شبروم گرفتشون. کمان ابرو، تیر مژگان. چرا مسخره میکنی؟ مگه گرگا دل ندارن؟ چرا؟ گرگا هم عاشق میشن. به این آقا بگو. باریکلا، پس به سلامتی گرگا نی میزنیم تا گرگا سالم باشن و ما چوپونا خوابمون نبره. خیلی به گردنت میاد. همین روزا یکیشم میپیچه دور گردنتو. آیگون دختر خوبیه. خان چوپان، زندگی به سیه سیبه. اگه نقاپیش دیگه به چنگت نمیاد. اینقدر سر به سر اون سگه نزار میگیرت تا دارم باشد میزنم. سلام پسرمو، گم کرده داری؟ دنباله سلطان بیگ میگردم. سارا بره ها رو برده دره گرگا. Yadıma düştü her elin baktığına. Ötti kumru kimin gürşe laleler. Dedi ne yalgısan sordu laleler. Nazende sevgilim yadıma düştün. Sinan! Bir tövbe zaman.
بارود نم کشیده. نم کشیده تا شناخته نشدیم بریم. کی بود؟ دوست گوسفند رفیق اجنبی. شناختی؟ اونا صبر نمی کنن، فرار می کنن. راه بده. آیدین بیدار نشه. چشم. شما همراه گله میرید؟ بله. بذار اون بخواد. هی 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 هی. سکی. سارا خانم خانچوپان شدیم. مبارکه. هی هی. سکی. های. 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 سکی. سکی. های. 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 سکی. سکی. داغ و عسل براتون خوبه. ممنون. سلطان بیگ کجاست؟ کنار گله. از کی؟
از دیروز تا حالا، بعد اینکه شما خوابتون برد. از دیروز تا حالا خواب بودم، انگار همین صبح بود. چه خوابی دیدم، سیل اومد و همه یه اوبرو با خودش بود. کار آب شکستن نیست، جاری شدن و زندگی بخشیدنه. سارا، شیر سر نره. گذشت کنیم، درد سر دادم. به سلامت. داره باد میاد، مواظب لچکت باش. اونقدر باد و میدونم تا خسته شه و رهاش کنه. آه چرچی، چرچی خان. سلام خان چوپان. عروسی داریم. آی بریم چشمای شهلام. هی نگاه کن خان، عروسی تو که میشه خوشت میاد؟ اینم شار دامادی، ما رو به عروسی دعوت میکنی یا نه؟ قدمت بروی چش. مهمونا خوش اومدید، در بازه، بفرمایید. عمو سلطان بیگ، دیروز و امروزم و شما میدونی و فردام و خدا. از دار و ندارم هم اهل ایل خبر دارم. سایه پدر سر خودم ندیدم. من هستم و مادرم که دیگه خیلی پیر شده. هم آرزوی مادرمه، هم آرزوی خودم. به امر خدا و شرع رسولش، با رضایت شما میخوام بقیه عمرمو با سارا زندگی کنم. سلطان برای دخترش هم پدر بوده هم مادر. دخترم فقط یک دختر نیست، رفیق راهه، همدمه، دانای خونه است. اجازه بدین با خودش صحبت کنم. کامتونو با شیرینی شیرین کنید و دلتونو به ساز عاشق شاد. من الان بر میگردم. اینجا چه خبره؟ یالا 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 سارا سارا، جواب خواستگارتو چی بدم؟ لایق دامادی سلطان بیگ، اولین و آخرین خواستگارم خان چوپان. انشالله نون عروسی تو بپذیم، سفید بخت بشی. خدا برکتشو بیشتر کنه. دستتون درد نکنه اما حاجه. سارا خانم، عروس خانم،
داماد دیدم، رنگش شده بود رنگ این سیب. تازه یادش افتاده بود یکم هم خجالت بکشه. دلم براش سوخت. دروغ میگه. خودم از پشت چادر شنیدم رانو سلطان بیک میگفت که همه کس من تویی و ازت اجازه میخوام بقیه ی عمرم رو با سارا زندگی کنم. راست میگه. عمو سلطان بگم گفت لازم نکرده، من اجازه نمیدم. پریدی وسط نو خود نپخته. سلام پسر عمو. سلام. نون تازه. برکت. یادت یه روز گفتی امروز دخترم و پسرم و هستیم، بعدش هم خدا میدونه. امروز کلام خدا و قسم چهارده معصوم و نون و نمک بین ماست. ضمانت خوشبختیت قول خانچوب، پیشکش مهرت صد میشه پروار و باغچه آفتاب گردون کنار چشمه عشق. پیشکش مهرم کلام خدا و قول خانچوبان بس، محبت همسفره زندگیم، سلامت خانه چادرمون خانچوبان، ضمانت خوشبختیمون. نون تازه. میبینی کار خدا رو، قطره و دریا هم سفره میشن. اون ور آب گرجستانه، رعیت چشمش به پول ارباب تابه ظلمه. زیباترین دخترها رو داره، اما من نمیخوام خون کسی رو بریزم. تو هم که یه پات اون وره. براش پول میفرستم ببینم دیگه چی میگه. یه دختر ایلیاتی تو شأن ما نیست. یعنی من نمیفهمم، نمیشناسم. قادر، این کوها به تو چی میگن؟ من حرف میزنم با مادرم، با آب، با خانچوپان، با کوه. چی میگی؟ قله بلند خانچوپانم بقار شما رو داره. هیچ وقت دلت جای دیگه ای بوده؟ آره، آب مثل شیر مادر، مثل جونی که به خدا خواهم داد. تو چی؟ خاک که آب تو خودش حفظ میکنه. سلام بچه ها. سلام خانم. سلام ریحان، مبارکه. خوش شکرم، میبینم از خوشحالی رو از بر نیستی. من اومدم. به حرف من رسیدی آقا؟ آره رسیدم، حالا بگو. انشاءالله عروسی تک تک شما، اول عروس خانم بفرمایید. انشاءالله سفید بخت بشیم. نه قابل، من عروس خانم بعدیم. دیگه بزرگ شد بسته. خواهد این اولی ای بابا
من لباسات به من چسبیده. چند وقت عموم نکردی؟ یادم شد. این یکی تا آخر عمر یادت میمونه. خوشبختش کن دخترم، قدمت خیر باشه، صاحب اولاد و سالم و خوشبخت باشی دخترم. خدا زیاد. برو جلو، برو جلو. سب کن دخترم، ببینم شیربهای منو کی میده ها؟ پیش منه، بفرما. دست شما درد نکنه، تندرست باشین ایشالله، خوشبخت بشن ایشالله. همه از تای دل بگیم مبارکه. عروس ما بهتره، از گل نازکتره، هفت تا پسر کاکل به سر، تعتاقلیش دختره. دست بزنیم، دست بزنیم. هاشم، هاشم کجایی؟ بزن، 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 همه رو چاپ کن، بزن. بفرمیم. جلو داره از بروز، ایشالله عروسی خوده، ایشالله عروسی پسره، ایشالله. خوش اومدی به خونه بخت، خوش اومدی، ایشالله که خوشبخت باشی. خوش اومدی عروس گلم، الهی شکر به خونه خودت خوش اومدی. خیلی خوش اومدین خانم. سارا جون کی بشه عروسی تو؟ ممنون. بفرمایی تو چادر، بفرمایی. خوش اومدی. همه حالا از تای دل بگی مبارک باشه، ایشالله مبارک باشه. باشه شاد بدن، تا قدامات برخصی. اول خودتو صاف و شاد خوشبو بشی. حالا دنبال من در شأن این عروسی یه ترانه شاد بخون. آی به روی چشم. مبارکه.
باشم. خیر اینجاست مادرم. حالش خوب نیست، منتظرته. تو اینجا باش، به کسی هم حرف بله من هستم. عجله نکن پسرم، راه سخته. سلام برسون. علیک سلام. به کسی نگید، شگون نداره. عروس خانم خوش قدمه. خوش خبر باشی. تو هم مواظب خودت باش. خداحافظ. برمیگردم. تا برگردی جسدی از من روی زمین در حرکت. میدونم همسر با وفای من. این چند روزه رو سرگرم باش تا باش. به صخره ها خیره میشم و با خالق ابرها درد دل میکنم. منم از خالق آب سراغ تو میگیرم. به ننه سبا چی میگی؟ میگم مادر، از سارا خواستگاری کردم، قبول کرد، حلال هم شدیم. ماه میاد تا خونه رو روشن کنه. به جای من پاهاشو ببوس. توشه راهه. خدا حافظ. خدا به همراهت. خوب گریه کن آیدین. چادر سلطان بی کدومه؟ از طرف خان اومدیم. اونجاست. سلام علیکم. علیکم السلام. سلطان بیگ تو هستی؟ بله. مهمان هستیم. چادر ایلیاتی در و دیوار نداره، بفرمایید. مبارکه. این تحفه ها اون قطار شتر و 1000 تومان پول طلا برای وصلت شما با خانواده خان. افتخار بزرگی سلطان بیگ. خوب فکر کن. کاش من جای تو بودم. از ترس خان هیچ کس جرأت نمی‌کنه به شماها حرفی بزنه. علاوه بر اینها همین که با خان قوم خویش بشی، صاحب آب و زمین و مرتع میشی و احترامت برای هر مغانی و اردوبادی واجب. داماد شما هم حامی اهل ایل و مرتع و آب شما خواهد. هر ایلیاتی آرزو داره یه دختر به خان یا پسر خان بده. داماد شایسته یه دامادیه. به خان سلام برسونید. بگید دخترم سارا 2 روز پیش با خان چوپان ایلمون نامزد شده. دوغ خنک میل دارید یا جوشونده کاکوتی؟ دوست داشتیم کله قندی به زمین بزنیم و شربتی بخوریم. حالا قسمت اجازه نمیده. سارا امانت پیش من. خان سارا رو برای پسرش میخواد. عجب، ببین چه جازی هم براش فرستادی. ولی بیچاره سارا باید بچه داری هم بکنه. بچه؟ آره. کدوم بچه؟ داماد، تازه از شیر گرفتنه. حالا قسمت اجازه نمیده.
سارا امونت پیش من. قسمت خواسته خانه. بذار دخترت منو ببینه و خودش تصمیم بگیره. این تصمیم دخترم بود. شما هم تو فکر دختر دیگه ای باشید. واسه خانزاده دختر زیاده. خان سارا رو برای خودش میخواد. احمد بیگ، حضور تو در اینجا حرمتیه که خان برای سلطان قائل شده. تا دامادی شما قدری زوده. سلطان بیگ، خان خودش میخواد داماد تو بشه. تو اینو تو خوابم نمیدیدی. رضایت بده تمومش کن. پدر اجازه میدی؟ گوسفنده اینجا میدونم من همسر خانچوپانم. این خانه شما چطور خبر از رعیتش نداره؟ دوغ خنک و جوشونده برای مهمونا حاضره. میخورن بیارم، نمیخورن زحمتو کم کنن. چادر ایلیاتی حرمت داره. شطوراشونو جا نذارن. الحمدلله. اشهدن لا اله الا الله. مادر، مادر. باید بری، گله منتظر. باید بری. اجازه بدین تا هفتمش بمونم. خیلی. چراغش روشن نگه. خیلی. بمنتظر. خدا مادر تو رحمت. خدا صبر. خدا رفتگان همه رو بیاموز. کجایی آیدین؟ در خاک سرد مزار مادر یا خونه تاریکش؟ مادر بلند شد، عروس مقان داره گریه میکنه. به مادر گفتی از سارا خواستگاری کردم یا پیش از تو خاموش شده بود؟ امشب ماه بدر خونت رو روشن کرده، معنای اسم عروست. خانه خانه من بر خاک مزار تو چه میکنه؟ ای مادر نجیب ترین کوه ایل مغان. گریه نکن عروس مغان، گریه نکن. شکارشو نشون میکنه. این گرد بر میگرده، میدونم. کجای آیدی؟ قادر. بله خان. سلام خاتون. فردا شب سور سات عروسی آماده بشه. چشم. نزدیکان رو دعوت کنی. چشم. عاقد و مطرب خبر کنی. Yeah.
منم رضایت بدم سارا هم سفره خان نمیشه. رضایت تو سارا شرط نیست. من برای بردن سارا اومدم. اون روز با 7 بار شطور جهاز خواستگاری کردم، اما امروز با صدای بلند میگم من برای بردن سارا اومدم. 20 سال زنی همسرم بوده و 5 سال زنی دیگر، اما حالا سارا رو میخوام که مژده آبو میرسونه و شهره مقاره در زیبایی و وقار. اینا منو به لشکر کشی واداشته. تو باهاش حرف نزدی، وگرنه آبم ساک نمیمونه. تو بردار کاسلیس نامردا. آب امساک نمی کنه، عشقم لشکر نمی کشه. تو دروغ میگی روباه هیلگر، گرگ شبرم زن. مدعی عشقی و با اوباشت به قارت ناموس ایر اومدی و به این عراضه لشکر میگی؟ دونستم سیبیل نیم بناگوشت سیبیل مردونگی نیست. مرده که بودی سکاتو تک تک به جنگ سلطان میفرستادی. برای ترسوندن چند تا زن و پیرمرد لشکر میکشی؟ 100 سوار دیگه در خانخانه دارم. اینا رو برای ادب کردن سلطان و چوپان آوردم، نه برای سارا. برای سارا خانم آقد و مطرب و طعام و شربت آماده کردم. رضایت بده تا سور امشب به عزا آلوده نشه. من تصمیم خودم رو گرفتم. منم تصمیمم رو گرفتم. عزای این وصلت رو به چشم و دل کثیفت میذارم. توفنگاتون رو امتحان کنید. پدر سگ، مجبورم پدر تو بکشم. دخترها رو میبریم، بکشیدش. من با شما میام. سارا، سارا، دخترها چی کار میکنی؟ من میرم، تو منتظر بمون. آیدین تو راهه. همین آب قسم میخورم برای بردن تو لشکر نکشیدم. خدایا ای خالق آب، دروغگوها و دشمنات به آب قسم میخورن. قسم به دریای سخاوتت، منو به آب، به دریا برگردون و خلاصم کن. رسیدیم، خوش آمدین. کجای خان چوپان؟ خدایا خان چادرم رو به سلامت برسون و از بلای این خان نانجیب دورم کن.
ای کوهای نجیب، آیدین منو برسونید. من تنها. بیا آیدین، بیا. بریم. از این دیوار مایملک من شروع میشه تا چشم کار میکنه. از حالا آب این رودخانه فرسنگ در فرسنگ زمین زراعی و باغ و چشمه و آبادی مهریه توست. مبارکت باشه. تو خاتون سوم من، اما بانوی اول خانخانه میشه. مهرم کلام خدا و قول خانچوپانه. ملکمون باغچه آفتابگردون کنار چشمه عشق. از پای عروس و داماد آمدن. ببین میهمانان و عاقد و مطرب منتظر ما هستند تا خانخانه راهی نمانده. آیدین و چوپوناش تو راهن. ما به چادر خودمون برمیگردیم. این پل پل خانه، دیگه دست کسی بهت نمیرسه. تا اونا برسن تو همسر و حلال من شدی. خوابهای خوش، رویاهای شیرین تو بیداری هم شیرینه. کام تلخه. منتظر باش اگه مردی. زیادی حرف میزنی. من اونجا منتظر میمونم ببینم مردی دنبالت میاد. فقط یه مهلت کوتاه، نرسیدن با پای خودت بیا. عروس دست و پا بسته در شأن خان نیست. ای ماه، دعاهام مستجاب شدن. مادر، هجله‌ای در آب میبینم، آذین بسته به وفا، به پاکی چشمی زلال عشق، به سخاوت دریای خلقت. خدایا، برای رسیدن به تو، به مادرم، به آیدین، چاره‌ای جز دست دادن با موجهای این رود خشمگین ندارم. چرا نیومدی آیدین؟ میبینی حال منو؟ نه، نیومدی ببینی. تو سلامت باش. اگه نجات پیدا کردم بیارینش.